چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سوی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد مصدق. سلام به شما عزیزانی که در سراسر جهان به این برنامه در روز یک شنبه 13 بهمن ماه 1392 یا دوم فوریه 2014 گوش فرا دارید. امروز در ادامه سخنان پیشین آقای دکتر بنی‌صدر به خصوص به مسئله رابطه انسان با طبیعت و به طور کلی خصائل یک انسان ایرانی چه باید باشه و روابطش چگونه باید باشه آغاز سخن می کنند. من برای صرفه‌جویی در وقت بیش از این توضیح نمیدم و میکروفون رو با سلام مجدد به آقای دکتر بنی‌صدر به ایشان تحویل میدم. سلام آقای دکتر، لطفا آغاز بفرمایید. سلام شما و شنوندگان و بینندگان برنامه شما. عرض کنم به شما در بحث با مربوط به وجدان تاریخی و ویژگی های ایرانیت، با توجه به این که در حال حاضر صحبت از بیابان شدن ایران است، حتی این آقای عیسی کلانتری هشدار داد که تا 30 سال دیگر ایران بیابان خواهد شد. بله اینطوره. این مسئله رابطه انسان ایرانی با طبیعت همیشه موضوع محوری بوده، مسئله محوری بوده در همه طول تاریخ. کاملا فرمایش دارم که در اوستا هم این مسئله رابطه انسان طبیعت مبناست و خصوصا این که دو گروه روشن معرفی میکنه اوستا، اونهایی که بوم نشینن و در عمران آبادی طبیعت میکوشن و اونهایی که نه کوچه نشینن و از دید اوستا اهریمن که دائم حمله میکنن به این عنصر بوم نشین آبادگردان. درسته. همیان ویرانی آبادی ها رو ویرانی میکنن. آقای دکتر اجازه بفرمایید که عرض بکنم که چون من اهل یزد هستم ایجاب میکنه که در رابطه با سخن جناب عالی عرض بکنم که این کبیر خشک و سوزان رو چگونه مردم زحمتکش یزد با بیرون آوردن آب از 40 متری عمق زمین در آن زمان، حالا نمیدونم
چگونه به زراعت می پرداختند و علاوه بر مصرف محصولات زراعی خود به بازار هم عرضه می کردند. این یک نمونه است که در ادامه سخن در فرمایشی که فرمودید به یادم افتاد که عرض بفرمایید. بله، از قدیم ایام یزدی ها معروف بودند و هستند به تواناترین کشتکاران ایران. بله درست. حاج کنم به شما سه نظر طرز فکر در جامعه های مختلف در آنچه را به رابطه انسان و طبیعت مربوط می شود رواج داشته از قدیم تا حالا. یک نظر این که انسان از عهده طبیعت بر نمیاد، باید تسلیم طبیعت بشه. در بسیاری از جامعه هایی که زندگیشون کاملا در دست طبیعت، اینجور طرز فکر حاکم بوده. بله. یه طرز فکر نه خصوصا در غرب پیدا شده از یک دوره به بعد که انسان مسلط بر طبیعت است. که نتیجهش این وضعیت محیط زیست و این بلایش که به جان طبیعت افتاده. کاملا درست. یک نظر دیگه این که رشد انسان و عمران طبیعت از هم جدایی ناپذیرند و انسان میتواند بی آن در این حال که طبیعت رو آبادان میکند با اون رو با زندگی روبرشت خودش سازگار کنه. این نظر ایرانیان بوده. درست. تا این زمانی که غرب بر ایران مسلط شده و آثار این سلطه شوم، یکیش تغییر این دیدگاه هست نسبت به طبیعت و این خطرش همکنون طبیعت ایران با اون روبروست. چه نکته مهمی. بلی ناسازگار این رابطه تخریب طبیعت برای به اصطلاح ثروتمند شدن، مثل که فرض کنید که حالا جنگل ها رو از بین میبرن تا زمین ها رو تبدیل کنن به بیاندازن تو بورس، از این بگیرید تا کارهای دیگری که عبارت میشود از این جاهای عمیق زدن و سطح آبها رو پایین بردن و این خطر خطری که شدن دریاچه ها و اینا. بله، سدهای بیدلیل و بیحساب زدن، تغییر جهت رودخانه ها. بله. که هیچ کدوم، همه اینها بر اصل سلطه انسان بر طبیعت است، نه اون که در فرهنگ ایرانی بوده. در یکی از ویژگی های مهم ایرانیت بوده که این همراه بودن رشد انسان است با عمران طبیعت و سازگار کردن طبیعت با زندگی انسان. درسته. و این را هم بگویم که یک پس از کتابی که من نوشتم در باب سیر تحول ایران در طول تاریخ، یک فصلش مربوط به تحول طبیعت ایرانه. بله خواندم. ایرانی ها خوبه بدانن که ایران در چهار قسمت، شرق، شمال شرقی، جنوب شرقی، جنوب غربی و شمال غربی، اینا چهار منطقه سبز بوده. اینا به تدریج در طول تاریخ، خصوصا به لحاظ این جنگ ها که در طول اون جنگ ها این زمین های سوخته ایجاد میکردن برای اینکه دشمن نتونه پیش بیاد، به تدریج این چهار منطقه سبز از بین رفته. مثلا منطقه سبز جنوب غربی ایران یعنی خوزستان تا مدیترانه بهش میگفتن منطقه سواد، جنگل بوده، یک پارچه. بله، یک پارچه جنگل انبوه بوده و سبزی و زراعت بوده که حالا شده بیابان. درست. این یک عنصر. اگر ایرانی ها امروز بخواهند
این طبیعت رو قبل از اینکه دیر بشود نجات بدهند، با توجه به جمعیت بزرگی که الان ایران پیدا کرده نیاز قطعی وجود دارد برای اینکه به عمران طبیعت بپردازد، باید که برگرده به اون طرز فکری که این طبیعت رو سازگار کردن طبیعت با زندگی، دست برداشتن از تخریب طبیعت به عنوان که انسان مسلط بر طبیعت است و عرض کنم به شما همراه کردن رشد انسان است با عمران طبیعت. اما این به اصطلاح ویژگی دیگری از ویژگی های ایرانی است، همین عناصر فرهنگی است که یکیش همین ها عمران طبیعت، که این در حوزه بزرگ فرهنگی ایران قلب اون رو تشکیل میداد در طول تاریخ، این به جامعه های دیگر هم به اصطلاح امروزی صادر شده و تا وقتی که این طرز به اصطلاح این تلقی از رابطه انسان و طبیعت در این جامعه ها بر جا بوده، این زندگی انسان در این حوزه کمتر گرفتار مشکل نارسایی طبیعت می شده. درسته. حالا که زمانی که سلطه غرب بر این جامعه ها آمده، نه این وضعیت برگشته. درسته. در هند بعد از استقلال در دوران نهرو و دختر او خصوصا کوشش برای اینکه طبیعت با زندگی انسان سازگار بشود به عمل آمد و نتیجهش هم خیلی درخشان بود و متاسفانه در کشور ما نه این به اتکای درآمد نفت و همون طرز فکری که عرض کردم، این شهرهای بزرگی که جز مصرف کاری ندارن، این عمران طبیعت جاش خود خودش داده عموما به تخریب طبیعت، یعنی میزان اونچه که عنوان طبیعت ما میسازیم از اونچه که تخریب میشود بیشتر شد. کاملا درست. حالا این تنها عنصر فرهنگی نیست که از ایران جامعه های دیگه رفته. اگر ما بخوایم مقایسه کنیم از جامعه ها رو با هم، مثلا از ایران چه به جامعه های دیگری رفته، فرض کنید که در زبان عربی شما کلمه های فنی رو سراغ کنید همه ایرانی هست. بله. از فارسی هست اقلا 60% فارسی هست. بله. یعنی که خب این فن رو عرض کنم به شما دانش، این از ایران این به جاهای دیگه رفته بی آنکه بابت اون سلطه بر اون جامعه ها دسته باشد. غربم میاره این عناصره، اما همراهش تولید داخلی رو تخریب میکنه برای اینکه صادرات خودش رو جانشین کنه. درسته. این فرق به اصطلاح رابطه سلطه گزیر سلطه با رابطه بر اصل موازنه عدمی که رعایت استقلال حقوق دیگران است. بله. نه اگر دولت های استبدادی این رعایت رو نمی کردن، جامعه ایرانی می کرد. خب این هم باز هم از عناصر فرهنگی که ایرانی ها به جامعه های دیگه می دادن، همونطور که اگر شما به این اسامی روستاها شهرها ایران توجه بکنید، بله، اینا اغلب آبادانی وجود داره. بله. به تمام. بله. این خودش یک علاقه به طبیعت رو آشکار بیان میکنه. کاملا درسته. که این همین علاقه رو ایرانی ها به جامعه های دیگه هم در طول تاریخ دادن. یا مثلا اینکه زندگی نیاز به امید داره، نیاز به نشاط داره، نیاز به آشتی در درون دارد، اینها هم
به اصطلاح باز از عناصر فرهنگی است که خب شما دارید، سعدی دارید، حالا بعد از اسلام دارید اینها رو، قبل از اسلام هم به اصطلاح این شیوه از تفکر، تفکر جهانبین که به اصطلاح بنی آدم رو اعضای یکدیگر میدانه، اعضای یک پیکر میداند. بله. و این عرفان باز بودن در روی معنویت، اینا اون عناصریش که فرهنگیش که ایران به جهان داده. ضد فرهنگ زور نه، چیزی از عناصر مثلا شیوه های تخریبی که از ایران جامعه های دیگه گرفته باشن، خوشبختانه اصلا اگر حالا به شما بگید به یه عربی و از ایرانی ها بدآموزی چی دارید در طول تاریخ، شیوه کشتن مثلا، شکنجه کردن، داغ و درفش کردن، این چیزا نه، خوشبختانه نه اینکه در ایران نبوده، چرا این استبداد شیوه های شکنجه و اینها رو داشته، اما به عنوان جامعه های دیگه هم داشتن، چیزی نبوده که در اون دوره تاریخی، در اون دوران طولانی تاریخ ایرانی مثلا به جای دیگه صادر کنه، چنانکه در حال حاضر مثلا شیوه های شکنجه وجود داره در جامعه های ما، اینا در جامعه های ما وجود نداشته. به لحاظ تکنیک و فسرا فنون جدید غرب وارد جامعه ما شده. کاملا درسته. اینها که خب این وقتی از شرقی نامه می نویسه و از حافظ آسمانی سخن می گوید، یک انسانیتی، یک به اصطلاح بیانی از انسان رو از این حافظ عقل می کند که همکنون نو است، هم برای ایرانی هم برای غیر ایرانی، اروپایی، آسیایی، افریقایی، امریکایی، یک تلقی از انسان دارای به اصطلاح یک بعد معنوی فراگیر که میتونه به اصطلاح دشمنی ها رو از میان برداره، جهان رو جهان دوستی و بگردانه برای همه. خب این تلقی در ادبیات ایران، در پندنامه های ایران، اینها به کشورهای دیگه هم از ایران سرایت کرده و ایرانی خصوصا توجه داشته. این تذکری که الان میخوام عرض کنم فوق‌العاده اهمیت داره برای نسل امروز. ایرانی این توجه اساسی رو داشته که هرگاه این توجه به حق، توجه به حقوق، توجه به این که انسان یعنی آدم از یک بکرن، این شرط زندگی در استقلال و آزادی در خود ایران است. چون اگر شما در جامعه های دیگری اون طرز فکر زورمداری حاکم باشه که نه، انسان ها خلق شدن برای که زورمند بیزور رو بخوره، غارت کنه، برش مسلط بشود، خب این دائم ایران در معرض تجاوز قرار میگیره. اما اگر هرگاه شما در مرکز برخوردار دنیا باشی، در همون حال برای حفظ خودشون و زندگی خود در استقلال آزادی کوشش داشته باشی که انسانهای دیگر هم این زور را روش اصلی زندگی نکنند، این همون کاریش که برای زیستن در استقلال و آزادی باید. وقت شما این رو مقایسه کنید با اون صدور خشونت، تقدیس خشونت توسط رژیم کنونی از انقلاب به این طرف، ببینید که این رژیم چه اندازه ضد ایرانیت است. چه نکته مهمی رو امروز صحبت کردید. زیستن در استقلال و آزادی است. آفرین، آفرین. درسته که ما در حال حاضر کشور در حلقه آتش است، اما
نه که این رژیم بیکار بوده در ایجاد این حلقه آتش. نخیر، نقش داشته در ایجاد این حلقه آتش و آلانه. بله، و با برنامه ریزی قبلی اون به اصطلاح فراخوندن انسان به رهایی از زور و زور مداری، به بکار انداختن استعدادها، به رشد، این شرط زندگی در استقلال آزادی است. درست. این هنر رو ایرانی ها داشتن. درست. به جهان این رو پیشنهاد کنن. متاسفیم که ما در عصر زندگی میکنیم که مطلقا این فراخوان به فراموشی سپرده شده. اصل بر زور است. هر کشوری که زور داره میکوشه و نه تنها جامعه های دیگر رو استثمار کند، بلکه طبیعت رو هم همطور که میبینیم به روز سیاه بنشاند. خب عرض کنم به شما نتیجه این دوتا ویژگی، ویژگی سومه که اون زیستن است در مرکز برخوردها در سطح جهان که ایران است، همیشه اینطور بوده، موقعیت این رو داشته. در حال حاضر ما در صلح مسلح زندگی میکنیم. دور تا دور ایران پایگاه های اطلاعاتی و نظامی امریکایی و اسرائیلی و عربی و ایناست. درسته. خب این یه زندگیش که دائم هر ایرانی فکر میکنه که خب من اگر فردا خواستم یک سرمایه گذاری بکنم و یک تولید را بندازم، این بمب و موشک ها چه بر سر او خواهند آورد. بلحاظه که این در همچه وضعیتی بلند مدت شما نمیتونید برنامه گذاری بکنید. بسیار درست میگید، بسیار درست میگید. نیاز به این است که شما دور تا دور ایران رو از این رها بعد از این پایگاه های نظامی و اطلاعاتی به ایران دور تا دورش بشه یک فضای گسترده صلح و همکاری. این نیاز به موازنه عدمی داره. درست از این جهت هم این رژیم 180 درجه ضد ویژگی اصلی ایرانیت هست که اصل موازنه عدمی است، که از دید من بنابراین چه که تحقیق کردم در تاریخ، حالا ما ملت‌های دیگر هم یافتن نمیدونم، اما قدیمی ترین قومی که به این موازنه عدمی پی برده ایرانی ها بودن. و این اساسش بر این است که در رابطه با قدرت شما اگه افتادی در مدار بسته رابطه با قدرت بازنده میشی. باید کاری کرد که در مرزهای کشور تعادل قوا منتجه قوا بشه صفر. و این محتاج به این است که شما بتوانید چنان زندگی کنی که در همون حال که مسلط نمیشی بر ملتهای دیگر، سلطه اونها را هم در خود ناممکن بگردانی. آقای دکتر، ما 7 دقیقه دیگه به پایان 30 دقیقه داریم. خب حالا با این 7 دقیقه که ما داریم، من میرسم به این که یک توضیح این قسمت این ویژگی رو بدم و فهرست کنم قسمتی که میمونه بر عنوان آخرین بخش از این گفتگو برای گفتگو آینده. بفرمایید. اینه که الان که عرض کردم به شما این به اصطلاح منتجه قوا رو در مرزها بکنی صفر، در درون برای اینکه به این کار بتوانی دست بیابی، باید همبستگی رو در سطح جامعه برسونی به حد اکثر. بله. برای اینکه چنین همبستگی برسد به حد اکثر چه باید بشه؟ باید تضادها از میان برخیزند. اشاره بکنید به اون تضادها. چگونه از میان در میخیزم؟ وقتی عدالت اجتماعی میزان رابطه ها میشود، چنان که از لحاظ اقتصادی امکانها در سطح کشور مساوی بشود،
نه مثل امروز که تهران نصف مصرف ایران میکنه بلکه بیشتر، بخش بزرگ بزرگی از ایران هم در فقر و گرفتار است و داره بیابان میشود. نه، این توضیح بشه در سطح کشور امکانها برای انسانها برابر بشود باز در سطح کشور، و محتاج اصطلاح توضیح سرمایه گذاریش و محتاج توضیح برابر درامت هاش باز در سطح کشور، که این به اصطلاح ضرورت اون موازنه عدمی است. موازنه عدمی تنهایی نیست که ما با قدرت خارجی مسلط و زیر سلطه نباشیم، برای که اونجور نباشیم این میباید که در درون چنین باشیم، همبستگی داشته باشیم. همبستگی نیاز دارد که استبداد نباشه و آزادی باشه. این است که در دوران معاصر خصوصا از نهضت ملی کردن نفت به دینسو، این دو اصل استقلال و آزادی این از هم جدایی ناپذیر بوده است به حد. اما اون بخشای ویژگی های دیگری از ایرانیت که ما امیدواریم که در گفتگوی آینده در باشون صحبت کنیم، یکی رابطه دین و دولت هست در طول تاریخ ایران، و اینکه از دید به اصطلاح ایرانیت هر وقت دین و دولت با هم درآمیخت به قول فردوسی موجب فساد دین و دولت هر دو شد، هر دو میشه. بله. و این توضیح میدیم که این نخستین در دوران ساسانی اردشیر بابکان است، چون خودشم روحانی زاده بود. بله. که این به اصطلاح دین و دولت رو گفت که مثل دو خواهر. بله. و اون نتیجهش سه بار تاریخ ایران این تجربه رو کرده، یکی در دوره ساسانی که شد اون حمله عرب به ایران، یکی در دوره اون صفوی که شد اون انحطاط عظیم، از این جنگ های داخلی که در اون جنگ ها در مرزهای کنونی 30 میلیون جمعیت از جمعیت ایران از بین رفت، یکی هم الان در حال حاضر. بله. این است که در همواره در طول تاریخ ایرانی ها حساب دین رو از حساب دولت میخواستن جدا بشه. اینا رو بحث خواهیم کرد. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر. هفته آینده در چنین روزی باز هم امیدوارم بتوانیم در خدمتون باشیم تا به این بحث های بسیار مهم که من فکر نمی کنم بدون تعارف باید بگم که کسی به این نکات دقیق تا کنون من ندیدم در رسانه ها بپردازه. زنده باشید، واقعا درود بر شما، آفرین به شما آقای دکتر. با شما بدرود میگم، بدرود میگم تا هفته آینده. شب شما، روز شما خوش. خب همینان گرامی، به راستی من بهتره که آقای دکتر روی خط نباشند که چند جمله ای میخوام عرض بکنم. ما واقعا دارای چنین آدمی هستیم، چنین شخصیتی هستیم که اولا اولین رئیس جمهور انتخاب شده با رأی آزاد مردم ایران بوده. این آدم هنوز این چنین سرپاست و این چنین به جزئیات اهم مطالبی که خصیصه های ایرانیت به قول ایشان هست میپردازه و پرداخته. ما منتظر که هستیم، منتظر چه هستیم؟ بیش از این نه وقت اجازه میده و نه درسته که من حرف بزنم. استدعا میکنم که اگر هم بخش های پیشین رو
گوش نکرده اید، از آغاز سال 2014 میلادی ما یک سری بحث رو با چند تن آغاز کردیم که مهمترین و بهترینش تا کنون با آقای دکتر بنی صدر بوده. استدعا میکنم برید در آرشیو برنامه های تلویزیونی پند تاریخ در سایت چه باید کرد وجود داره، روش کلیک بکنید. در اونجا دو بخش وجود داره، یه بخش تصویری، یه بخش فقط صداست. روی بخش تصویری اگر کلیک بکنید در برون مرز میتونید به راحتی ببینید و بشنوید. اما اگر در ایران هستید روی بخش صدا فقط بدون تصویر که دارای حجم کمتریه و قابل باز شدنه در ایران برید و اونها رو گوش بکنید تا به امروز و به نکات دقیقی که و به نکات مهمی که آقای دکتر بنی صدر پرداختن گوش بکنید و روی اون فکر بکنید و راه آینده رو در آن بجویید. از شما ممنونم. تا بخش دیگری از برنامه رو در امروز آغاز بکنم با شما بدرود میگم. روز و روزگارتان خوش.